ده نشانه را شما با چشم خود نبینید، قیامت آن روز وحشت بالای شما نمی آید. که آن چی بود؟ یکم طلوع آفتاب بود از جانب مغرب به جانب مشرق حرکت میکند. دویم دعوت الارض بود که با مردم سخن میگوید، جانور است با زبان آدمی گپ میزند، ما و شما را نصیحت میکند. سیوم دخان بود، دوده بود که 40 روز در روی زمین استادگری میکند و از این دود کافرها ورم میکنند، از گوش و بینی آنها زرداب سر میکنند. چهارم این آتش بود، پیغمبری خدا گفت از شهر یمن میبراید، اگر شب در کجای باشین روز در کجای باشین این آتش همراه شماست، فقط بر شما باد که به طرف شام سفر کنید. پنجم چی بود؟ فروروی شهرها در جانب مشرق، گفتم پیغمبری خدا سر می شود. ششم گفتم فروروی شهرها در جانب مغرب سر می شود. هفتم گفتم فروروی زمین ها در جزیره های عرب سر می شود. اینا هم نشانه های قیامت است. هشتم پیغمبری خدا گفتن دجال می براید. نهم گفتن حضرت عیسی پایان می شود. دهم گفتن یعجوج و معجوج می براید. در اطراف این سه موضوع انشاءالله با شما صحبت میکنیم. از آفرینش آدم تا روز قیامت، از فتنه دجال دیده دیگر فتنه سختر وجود ندارد. گفتم اینقدر فتنه کلان ما از بین همین دولت شام و از بین دولت عراق این دجال می براید. رسول الله گفتن وقتی که این دجال این فساد کننده عالم می براید، خیلی جوانی تنومنده هست و موی سر او جنگیله هست. دعوا می کند، می گوید من خدای یکه و یگانه هستم. وقتی وای می براید، جوان تنومند موی های سر جنگیله و پسی سر او با روایت مسلم هم میآید که بسته شده است، مثل بعضی از همون موی هایی که از پسی سر کاکل میکنند بسته شده است. و وای دعوا میکند خداست، وای خدا نیست، انه اعور، وای کور است، یک چشمی راستش کور است. و ان الله لیس باعور، پیغمبر میگوید حالان که خدای شما کور نیست، این کور است. مکتوب بین عینی کافر، پیغمبری خدا گفتن بین دو چشمش با حرف های کلانی که خواب با سواد باشین خواب بی سواد باشین نویسانده شده است، همین مرد کافر است. بر روایت دیگر می آید که 3 حرف نویسانده شده است، کاف ف ر، خودش کافر می دهد تا که شما بشناسین این همان دجال است. دنیا را فساد میکند، هر محله که داخل میشود زنهای اونها را تجاوز میکند، فرزندهای اونها را گمراه میکند و به سوی خود دعوت میکند. اونها در حال قبول میکنند، گفت پیغمبر برای چی؟ برای که در پهلوی راستش میگد جنت دارد، در پهلوی چپش میگد دوزخ دارد. مثل که شما امروز آینه نیلگون را نظر میکنین، تمام صورتها را میبینین، در پهلوی وی میگه آشکارا شما همون باغها شو و در این طرف عذاب آتش را میبینین. کسی که ایمان نمی آرد در دوزخش میپرتاید، کسی که ایمان می آرد وی در جنتش میپرتاید. پیغمبری خدا گفتن شما همون دوزخش را اختیار کنید وی جنت است. شما همون دوزخ شا اختیار کنید وای جنت است. جنت شا اختیار نکنید که وای دوزخ است. وای به منزله یک کوه چی دارد؟ از غذا، از خوردنی ها دارد. هر قبیله و هر محله که ایمان میارد از این غذا